بسم الله الرحمن الرحیم ارزه سلام و ادب و احترام خدمت بینندگان عزیز کانال مسلمان تیوی فرا رسیدن ایام سوگواری و شهادت آقا ابو عبدالله حسین و اصحاب با وفای اون حضرت رو به شما تسلیت عرض میکنم و امیدوارم که عزاداری های شما مورد قبول درگاه حق تعالی واقع شده باشه و هر جا هستید از شما درخواست می به یاد ما هم باشید زمان انتخابات و تبلیغاتی که شد و ثبت نام هایی که صورت گرفت چند تا از انحرافات احمدی نژاد رو برنامه ساختم الحق و الانصاف بازدید خوبی هم داشت استقبال خوبی شد و برخی ها همچنان درگیر و دار این بودن که احمد نجاد ولایت فقیر رو قبول داره و سرباز آغاست و از این حرفا در این ایام که ایام انتخاباته درست در روز انتخابات آقای احمد نجاد سفر میکنه به ترکیه و اینجا دارید میبینید که با افرادی عکس گرفته ایشون که ظاهرشون بسیار بسیار نامناسبه احمد نجادی که با توسل به امام زمان و اسم بردن از ایشون با اللهم مجل ولی کل و دعاهای این شکلی شروع میشد کارش به جایی رسیده در ایام محرم الحرام پیراهن مشکی هم کسان تنش نیست به ترکیه سفر کرده اونجا عکس رو با یه دز آدمایی که اونجا هن حالا برخیشون شهروندان ترکیه اند برخی هم میگن توریست های کشورهای مختلفن ایشون هم که دیگه تو حلق دکتر تشریف دارن و دکتر یه لبخند ملیحی رو دارن میزنن این سرنوشت آدمیه که از ولایت جدا بشه مقابل ولایت به انهای مختلف بیسته وقتی شما حرفایی میزنی که به نوعی تضعیف حاکمیت هست خون به دل ولی میکنه خب این نتیجهش جز این نمیشه عاقبت به شری، یعنی همین اینجا هم با یه خانم مسنتر هستن اما اینجا جبران شده اینجا دو تا دو تا اومدن دو تا جوون با لباسی که انقدر افتضاح بودن اینا ما این همه تارش کردیم دیگه مجبور شدیم که کلا قرمزش کنیم محدوده ممنوعش کنیم که منطقه ممنوع که اصلا نشه دید فقط حالا صورت ها اینا محو شده ولی دیگه یه جای اصلا قابل نمایش نیست و اینجا هم که دارید میبینید دو تا دو تا و اینا خیلی افتضاح بودن ببین منطقه ممنوع چقدر بوده که ما مجبور شدیم قشنگ از پایین تا بالا رو بکشیم قرمزش کنیم که آره ببین ته یه آدمی که با خودخواهی خودش دوبار میاد رد صلاحیت میشه بار سوم دوباره ثبت نام میکنه و در روز انتخابات میذاره میره ترکیه در ایام ماه محرم الحرام تش همینه احمد نژاد الان 67 سالشه دوره بعدم که دیگه اصلا نمیاد کاندید بشه اگرم بیاد بازم تایید صلاحیت نمیشه کلا تعطیل شد حالا یه عده تو این آدم موندن قفل شدن بابا گذشت تموم شد احمد نژاد تمام شد در عرصه سیاسی ایران کسی به نام احمدی نژاد دیگه تموم شده است خودتون رو به اون راه نزنید همون که احمدی نژاد مسکن مهر داد، یارانه داد، همون قدم هم تو خصوصی گند زده، اقتصاد ایران رو فلج کرده. همین شرکت‌های فولادی و پتروشیمی و اینایی که دارید می‌بینید، صنایع بزرگ که انفال بود، باید به مردم میرسید بیت‌المال یعنی چی؟ اینا رو به سمن بخش دادن به یه عدی، الان همونها محصولاتی که با انرژی ارزان از داخل ایران دارن میگیرن با کارگر ارزان میگیرن به داخل دارن با قیمت دلاری میفروشن این ثمره ای کارهای آقای احمدی نژاده. اگه اون روی سکه رو میبینید این ورش هم ببینید یه فقط چشم و گوشو بستن احمدی نژاد احمدی نژاد این احمدی نژاده. تای احمدی نژاد اینه خودتون گول نزنید اما بریم سراغ گاف جدید آقای پزشکیان به عنوان رئیس جمهور منتخب یه نامه زدنیشون به با آی مخبر نوشته به اسم ایتالا جناب آقای دکتر مخبر معاون اول محترم رئیس جمهور و سرپرست مدیریت ریاست جمهوری با سلام و آرزوی توفیق شایسته است دستور و مراقبت فرمایید که تا استقرار دولت 14 هم به موارد ذیل عنایت شود یک در هیچ یک از وزارت ها و معاونت های ریاست جمهوری از جمله در شرکت های یا وابسته به دستگاه یاد شده جز انجام امور متعارف و پرداخت های جاری از عقد و یا عملیاتی کردن قراردادهای جدید و یا ایجاد هر گونه تعهد به هر شکل از جمله صدور احکام اداری و تعهد آور و همچنین ازل و نصب افراد و هر نوع استخدام یا به کارگیری نیروی جدید به هر شکل خودداری شود در موارد اجتناب ناپذیر انجام این امور با کسب مجوز جناب جنابالی بلامانه خواهد بود دو مصوبات هیئت وزیران سیزدهم که دارای بار و یا آثار مالی بوده و تاکنون ابلاغ نشده پس از هماهنگی با این جانب ابلاغ شود امضا مسعود پزشکیان رونوشت دفتر رئیس جمهور منتخب اینجا دو سه تا گاف داده اونم تو اولین مکاتبه اداری نامه پزشکیان به مخبر نشون میده که ایشون با بدیهیات و اولیات اداره کشورم آشنا نیست چون رئیس جمهور منتخب تا زمان تنفیز جایگاه حقوقی نداره اصلا قدرت قانونی نداره که ازل و نصب کنه دستور بده نامه بنویسه از طرف دیگه پزشکیان در حالی انتظار داره که مصوبات هیئت دولت توسط مخبر ابلاغ نشه که اساسا هیئت دولت ترکیبی از همین وزیر وزراست معاونین رئیس جمهور اونجا حضور دارن جایگاه حقوقی دارن مگه میشه از فرایندهای حقوقی مرتبط با این مسئله سرپیچی کرد ابلاغش نکن یه نفر آشنا به مسائل حقوقی و قانونی اگر تو اونجا بود کنارای پزشکیان بود که مدام تو مناظرات میگو از کارشناس ها استفاده میکنم ولان این گافو نمیداد اون پایینم چی نوشته نوشته رونوشت دفتر رئیس جمهور منتخب رونوشت بابا جان تو نوشتی اینو دفتر رئیس جمهور منتخب تو این نامه رو نوشتی رونوشت رو نوشته باید بزنی به دفتر سرپرست ریاست جمهوری مثلا رونوشت بزنی به رهبری بعد میان میگن آقا انتقاد نکن خب بابا انتقاد نکن این اصلاح نمیشه که حالا اینها در حالیه که آی مخبر دوازده سه هزار یه بخشنامه میده به کلیه دستگاه اجرایی نشته به موجب این بخشنامه کلیه دستگاه اجرایی موظفند تا زمان استقرار دولت چهاردهم از هر گونه تغییر در ساختارهای سازمانی جابجایی نیروی انسانی نقل و انتقال اموال دولتی اعمال آیین نامه جدید تغییر در تعرفا و عوارض و هر گونه اقدامات خارج از ضوابط و مقررات خودداری نمایند ایشون زودتر از شما گفته حالا این نامه دلیلش چیه که شما نوشتی یکی از دلایلی که به ذهن میرسه اینه بیاد به ذهن مخاطب این متبادر بشه که ببین ما حواسمون اون هست و فلان و اینها از الان داریم هشدار میدیم که آخر سر یه کارایی نکنن مثل اون کارهایی که تو دولت روحانی آخر سر انجام شد بودجه سنگینی که برای یک سال مثلا تعیین شده بود اینا تو سه چهار ماه پنج ماه اول کلا یعنی دولت جدید دولت شهید رئیسی دولت سیزده هم که اومده بود برای پرداخت و حقوقش مونده بود پرداخت و حقوق کارمندانشون این یا به این دلیل یا اینکه بعدها بتونن بگن شرایط کشور اینجوری بود اونجوری بود فلان بود اما البته من تحلیل اینه ها نمیخوام میگم نیت اونها اینه خروجیشو میبینم این گاف برای من مهم بود که چرا یک نفری که رئیس جمهور منتخب شده همونطوری که گفت از کارشناسا استفاده میکنم چرا از کارشناسا استفاده نکرد با اول بسم الله اینجوری گاف ندید این برای ما که حامی جمهوری اسلامی هستیم برنامه میسازیم تحلیل میکنیم مردم رو آگاه میکنیم بده فردا مخاطب میاد میگه این رئیس جمهور منتخب بود چرا اینجوری بود البته اینم بگم یه اتفاق خوبی داره میفته دولت 13 ام اقدام خوبی داشته گفتن که در مراسم تنفیز قراره که آمارها منتشر بشه ارائه بشه یه همچین چیزی این خیلی خوبه که فردا اگر مثلا دولت 14 ام اومد نتونست کاری کنه جایی زفتاش نندازه گردن دولت چون توی این مناظرات آیه پزشکیان و برخی از افراد خلاف واقع صحبت کردن مثلا همین برنامه قبلی رو اگر ببینید درباره تورم آیه پزشکیان خلاف واقع صحبت کرد در صورتی که حق با دکتر بود دکتر جلی گفت دولت روحانی تورم رو به 60 درصد رسون تو دوره شهید رئیسی به 40 درصد و زیر 40 درصد رسید اما آقای پزشکیان داشت خلاف واقع صحبت میکرد که من تو برنامه قبلی نمودارش رو نشون دادم و منبع اون نمودار هم بانک مرکزی هست دیگه مولا نمیره بنابراین این اتفاق خوبیه و اگر دولت سیزدهم در مراسم تنفیذ این رو ارائه بده فوق العاده عالیه و راه رو بر بهانه جویان میبنده اما این اتفاق به قدری شکه کننده بود که تهان نظیف سخنگوی شورای نگهبانم اومد اعلام کرد که محمد مخبر به عنوان مدیر قوه مجریه تا روز تنفیز عهدهدار مسئولیت های رئیس جمهوره و بعد از اون هم تا زمانی که رئیس جمهور جدید بخواد میتونه به کارش به عنوان معاون اول ادامه بده یعنی این اتفاقی که رقم خورده و نامه که های پزشکیان نوشتن هیچ گونه تأکید میکنم هیچ گونه ملاک و معیار قانونی نداره امیدواریم که تو نامنگاری های بعدی از کارشناس ها استفاده کنن از یه حقوقدان استفاده کنن و از کسی که بتونه نامه رو به خوبی انشا کنه و برای کشور و رسانه های خوراک خبری تهیه نکنه یا علی التماس دعا خدا نگهدارتون